نمایشگاه از نقاشی ها و مینیاتور های عباس معیری در پاریس گشایش یافته. او آخرین نقاشی خود را به ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در جریان اعتراضات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران کشته شد، اهدا کرد. گزارشی از محمد رضا شاهید در پاریس. استاد عباس معیری از معدود هنرمندان ایرانی است که نمایشگاه‌هایش بازدید کنندگان غیر ایرانی بیشمار دارد. عباس معیری هنر مینیاتور و نقاشی کلاسیک را یک جا و همزمان ارائه می داد. پس لازم بود بپرسیم چگونه از مینیاتور به نقاشی کلاسیک آمده اید؟ من اصلا کارم را از سن 12 سالگی با نقاشی شروع کردم. از 12 سالگی روزای جمعه می رفتم اتولیه استاد آشتیانی و اونجا نقاشی می کردم و از 15 سالگی به توصیه دایی مادرم مرحوم استاد پور داوود که با بهزاد آشنایی داشت، رفتم خدمت استاد بهزاد و پیش ایشون هم مینیاتور رو یاد گرفتم و هر دو رو ادامه دادم. البته بعد مینیاتور رو مدت بیش از 10 سال خدمت استاد بهزاد کار کردم، بعد رفتم و در ضمن کارهای مدرسه هنرهای زیبای تهران رو تموم کردم و همطور دانشکده هنرهای تزیینی رو در قسمت نقاشی و نقاشی مدرن و تخصصم رو در رشته مجسمه سازی مدرن گرفتم. استاد معیری، چرا این پوستر در اینجا گذاشته شده و داستان چیست؟ من که در نمایشگاه سال 2004 بنده بود که در گالری سمپل، آقای پزشکزاد از من خواست که این تابلو روی کتاب جدیدی که داشتن در دست تهیه داشتن چاپ بشه. بعد از چند ماه ایشون به من یک روز ساعت 6 صبح تلفن کرد، گفتم آقا چقدر زود تلفن میکنی؟ گفت من از امریکا هستم و ایشون من گفتن که این شرکتی که این کتاب رو منتشر میکرد گفته که اجازه نداره این رو منتشر بکنی چون وزارت ارشاد اجازه بهش نمیده، به گفته در صورتی میتونه این تابلو روی کتاب ایشون باشه که سانسور بشه. من هم دیدم و اتفاقا خودش یک تبلیغ خوبی است برای اینکه دنیا بفهمه فشار تا چه حد در ایران وجود داره، خصوصا روی روشنفکرها و هنرمندا. اما دیدن زیبایی‌ها در کار استاد عباس معیری حد و مرز ندارد. با دوربین لوکاتوا آنها را تماشا کنید. استاد معیری، کنجکاوی بازدید کنندگان از این تابلو به چه دلیل هست؟ آخرین تابلویی که کشیدم و هنوزم امضا نداره، ولی اینکه روز آخر این رو و این رو درست بعد از این حوادث ایران شروع کردم و خصوصا این قتل ندا منو بی نهایت درم تاثیر گذاشت، دگرگونم کرد، واقعا دگرگونم کرد. و این پرنده ایم که دستش هست، این پرنده آزادی که امیدوارم پرنده آزادی ایران باشه. گزارشی از یک روز آفتابی پاریس برای برنامه شباهنگ.